سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به کانال مودیاک تیم. من امیرم و امروز اومدیم با هم دیگه حواشی صحبت‌های موری و مادیار درباره تتلو رو داشته باشیم. لتس گو. خب رفقا، بدون مقدمه زیاد بریم با هم دیگه لایو جدیدی که موری و مادیار با هم دیگه داشتن ببینیم. صحبت‌های در مورد امیر تتلو کردم، ویدیو نسبتاً طولانیه، امیدوارم لذت ببرید. لایک، کامنت، سابسکرایبتون فراموش نشه. عشق دلید. لتس گو. همه دارن تتلو رو فوش میدن، همه دارن تتلو رو فوش میدن. بچه‌ها فوش ندید اصلا. آره، ما این لایو رو گذاشتیم اتفاقا کلا قبلش با پدام صحبت کردیم، قرار شد اصلا فوش ندیم. آره، مدب باشیم. آره، باشیم. من حتی دیشب پدام تو چیزم پیج اینستاگرامم لایو گذاشتم، آج یه او ریختن فوش دادن، لایو من رو شیر کردن، بریزیم فوش بدیم. خب چه کاریه؟ مگه من فوش دادم؟ آره، من اتفاقا لایو نمیتونیم بذاریم دیگه بدون فوش. آره، من اتفاقا برای تتل خیلی آرزو خیر کردم، گفتم انشالله با آرامش برسه، با اینکه من واقعا دلم شکسته ازش و تا اون دارم اصلا پیشش نمیرم، پیشش نمیشینم به قول خودش. آره ببین گایز، پیشش نمیشینم و دیدید که اسم یه تراک قدیمیه تتلو. تتلو چطوری پاسپورت گرفت؟ هزینه‌شو با پستاش داد. آها، نکته خوبی رو گفت. آره، تتلو چطوری پاسپورت گرفت؟ علامت سوال. هزینه‌شو با پستاش داد. یعنی اون حرکتی که اون آره اون حرکتی که الان داره کنسرت میذاره مدیون اون فوشه، یعنی اون 20 یعنی دیل کردن. یعنی من مطمئن منم به این چیز رسیده بودم. این حس آخه میگن تتلو وصل نیست. نه وصل نیست، ولی تتلو بنده پوله به نظرم. الان من بیارم بهش 10000 آره. یورو بدم بگم موری رو فوشکش کن، میگه نوکرم هستم. باشه، چی بنویسم؟ حالا کاش انقدر راحت قضاوت نکنیم. نمیدونم حالا هست یا نیست، ولی قضاوت کردنش رو من به شخصه نمی کنم. اگه بخوام من بکنم، فکر کن حالا ببین 10000 یورو بشه 100000 یورو، یا مثلا یک به قولی بگم آقا ما این کارو واسه ما بکن، بعد هر چه دوست داری برو، ما اجازه میدیم. ها، یعنی پول دیگه خارج چی، پاستو بگیری، کارتو بکنی. آفرین. ببین من اونجا دیدم MJ انجام داده واسش، من همه رو دیدم. نه اصلا کاری نداریم که انجام داده، من خودش رو دیدم. چیزی که به چشم دیدم اون خواهم بگم. آفرین، بگو بگو، جذاب شو بچه. آره، گوش بگیده. آره، اینجا زدن تا دیروز میگفتی فلان، تا دیروز مثلا پاچه خالی میکردی، کاری مالی میکردی فلان. آره، تصویرم موجود دیگه نیست، چون همه رو دیلیت کردم. واسه بگم تصویرم موجود، دیدم نیست. هرچی ویدیو داشت، هرچی درباره ساخته بودم، چه موزیک چه هر چیزی که بود دیلیت کردم. میگه هیچی ازش ندارم، تموم شد. میگه واقعا ببین چیکار کرد، چجوری دل منو شکست که اصلا متنفر شدم ازش واقعا. چون این توی اینستاگرام هم لایو گذاشتم که دیگه کلا درباره صحبت نمی کنم، ولی اینم آخرین لایو که نمیشه راجعش صحبت نکرد. آدمی من دیگه کاری باهاش ندارم. آها، تو باهاش کاری ندارم. بعد دیگه بیا یه خود راجع به این موضوع صحبت کنیم، بعد دیگه هیچ کاری باهاش ندارم. آره، ولی به خاطر پریاس که هیچ کاری باهاش ندارم، دیگه درباره شرط نمیزنم. خب الانم بچه‌ها می‌بینید من وسطی صحبت نمی‌کنم، چون واقعا لایو طولانیه، یعنی خلاصش طولانیه، گذاشتم بشنوید خودتون. پریاد دوست ندارم تشکر بزنم، ولی دوست داشتم کلن بیام توضیح بدم، بگم چه خبر داستان، چی شده و داستان چیه. این قبل از اینکه من گیر کنم، توی کلاپاس دو سه بار تو دو سه روز مختلف گفت موریو بیارید ویدیو بسازه. بچه‌ها اسکرین ریکورد فرستادن، آیه میگه موریو بیارید و موری نباید بره ریاکشن کار کنه و افت کرد و نمیدونم فلان و این کارگردان و این میمونه یه نمیدونم تنظیم کننده بره ریاکشن کار بکنه فلان، از این حرفا زده بود و بیاریدش ویدیو بسازیم. بعد من اون موقع خب پیش رضا بودم، کسی نمیدونست، به کسی نگفته بودم، هیچ استوری هیچ چیزی نبود، هیچی نبود، چون داشتیم سوسی آلبوم رو کار میکردیم و ویدیو رو میزدیم و بیاییم بالا. یکی از ادمیناش باهاش صحبت کردم و گفتم اوکی من میام و اینا، با هم در تماس بودیم دیگه، گفت این بر همه چی آماده شد همه هم میکنم بیار، تا اینکه من گیر کردم. حاجی گیر کردم، بعدم گیر کردم. اون لحظه همه چی خیلی خرد و خرد بود، من تو کلانتری بودم، خیلی واقعا وضعیت بگاهی بود، استرس و فلان و نمیخوام زیاد یاد اون موقع بیافتم. پریاد جلوی در بود، تو کلانتری من گوشی دستم بود، یک روز و نیم گوشی دستم بود. بعد تو اون یک روز و نیمه، روز اولی که گیر کردم، خب ما
اون موقع که با تتر کار میکردیم 4 سال تقریبا کار کردیم دیگه. من ویدیوها رو میزدم، کوروش بود میفرستاد برای من، اینا رو نمیدونه اصلا، من ادیت میکردم میدادم کوروش، به اسم خودش میزد. کوروش که منیجر قبلی تتر رو میگه. و اینجا فکر کنم رفتیم به اون بخشه که میخواد در مورد کارهای قدیم صحبت کنه. از قدیم خب به هر حال مرید خیلی وقت پیش با تتلو کار میکرده اون زمان، الله خود امیر تتلو چی میگن تازه وارد ترکیه شده بود. حالا کاری نداریم، این وسط هم خیلی از من مفبری شد. بعد رفتم اون موقع پیششون و یه بار اینجا گرفته بودنش، یادته اینترپول روش بود. آره، اون موقع ما همون لینک امضایی که برای من بود این همون لینک امضا رو برای اون هممون شیر میکردیم. وقتی که آزاد شد من رفتم اونجا، ویدیوهای باشگاه ساختیم، نمیدونم تیراندازی مثلا میرفتن روز من آره بگیری. اصلا تازه یوتیوب اون موقع استارت زد، هنوز اسکیرش من دارم اون موقع یوتیوبش. بعد هیچی کجا بودم؟ آها، ویدیوها رو ساختیم و اینا. من هیچ پولی نگرفتم اون موقع، من مثلا یه شهر آنتالیا زندگی میکردم، از آنتالیا 10 ساعت رانندگی میکردم میومدم استانبول مثلا خونش و اینا، تازه اومده بود ترکیه اون موقع دیگه. خلاصه کار از هیچ پولی دریافت نکردیم. بعد اون رفتیم کرونا شد و این داستانا، کلی کار انجام دادم هیچ پولی نگرفتم هیچی. تو بگو یه دیر به جون مادرم اگه گرفته باشم میدادم تو لایو میگم. فقط مایحتاج رو کرد دیگه، مایحتاج ما هم اونجا غذا میخوردیم دیگه. کل زندگیش هم اینه که میگه غذا دادیم، انگار مثلا ما ها گشته ایم یا خونه زندگی نداریم مثلا ما به خاطر غذا اونجاییم، مثلا ما خودمون نمیتونیم غذا بخوریم، مجبوریم به خاطر غذا میایم اونجا بمونیم که غذا بخوریم. یه همچین پاسی همیشه همین بوده. بعد آقا گذشت و اینا، تا 2 سال و نیمه پیش دوباره ما همدیگر رو دیم. اون موقع اوج بیپولیش بود. بعد اون موقع بچه ها فعلا در مورد این دوره قبلی که گفته صحبت کنم. اون موقع یادمه ویدیوها خیلی بازی بیشتر میخورد توی یوتیوب و راست میگه اوایل دوران امیر تتلو بود. حالا اون موقع من خودم زیاد امیر تتلو رو جدی دنبال نمیکردم، ولی موزیکاشو که گوش میدادم. اون موقع زیاد بولد چی میگن نبود نسبت به الان، ولی الان که بولده ویوها کمتره. ببین چقدر این صحبت ها، این رفتار میتونه توی احساسات مردم، اونم چه مردمی، مردم ایران که خیلی مردم احساسی هستن، تأثیر بذاره. دیگه بگو رفتیم اونجا، اوج بی پولیش بود، با یونیورسال هم کار میکرد، اسم آلبوم یادم مثلا اون کاره تخمیترین آلبوم تتلو، نه اون خوب بود، اون آلبوم گدایی و اینا توش بود، دیدی و گدایی و نمیدونم هیتی دیدم، فکر کنم آلبوم شیطان بود اگه اشتباه نکنم. اسم آلبومش یادم میشه، خیلی بد جمع کرد، خیلی بد جمع کرد، تخمال اصلا زد اصلا با دلچرگی تمام. سهم اینا رو خیلی، سهم و اینا رو برد تو اینا رو خیلی بیشتر تخمان جمع کرد مخصوصا این آهنگای آخری. حالا اون آلبوم میگم، کلا آلبوم آخراش اصلا دلچرگی میداشت با فوش جمع میگرد اون آلبوم آره. رو جمع کرد لنت. آره بعد هیچی، ما اونو کار گرفتیم اونجا، ما همیشه ویدیو میگرفتیم زیر تتو حرف میزد و باشه حرفای قشنگ میزد، ما مثلا ویدیو میگرفتیم میذاشیم تو داستان و روی یوتیوبش و اینا، روی یوتیوب فعال بود دیگه. خلاصه ما یه ویدیو گرفتیم، اون موقع آهنگ هیپ‌هاپ تازه اومده بود، بعد من اون آهنگ رو گذاشتم روی اون تصویرهای تتو. خب بعد تو این خیلی باحاله، اینو موزیک ویدیوش کنیم بدیم یونیورسال، هیچی هم پول نداشت اون موقع، اوضاع مالیش خراب، بدیم یونیورسال مثلا 20,000 تا بگیریم ازش. بچه‌ها این قضیه که میگه واقعا مال 2.5 سال پیشه، چون من یادم هفت دیدی رفت ما 2.5 سال پیش ریاکت رفتیم، موزیک ویدیوش هم اومده بود. راست میگه رو همین، حالا خیلی بولد موزیک ویدیوش خیلی چیز بمبی نبود مثلا، ولی خب اون موقع هم یادم صحبت میکرد میگفت تجهیزات نداریم، یه موزیک ویدیو ساده میخواییم بسازیم بدیم یونیورسال، همچی چیزایی رو یادم الان تو ذهنم. خب بعد گفتیم اوکی، ما اون آهنگ رو با همون تصویرها ویدیوش کردیم، ناختیم بالا یونیورسال، پولش رو داد و تمام شد. اونجا ما یه صحبتی کردیم،
اینی که هی میگه من دوربین خریدم براش، هم توی دوربش گفتم کامیونیتی کرده و همین که همه دارم بهم میگن همیشه پتم خرید. هوشیار باشید بدانید. آره همه جا می نوشت دوربین برات خریده فلان، همه فلان براش دوربین خریدم، اینو خریدم اونو خریدم. چه تو بدا چیه؟ آقا صحبت کردیم سر هر ویدیویی برای من تجهیزات بخره. گفت دوربین چقدره؟ گفتم مثلا 5-6000 یورو میشه. خب از این 5-6000 یورویی که می‌خواستیم دوربین بخریم، به جون پدرم به جون مادرم 1500 دلار به من پول داد. من رفتم با 1500 دلار حساب کنی به اسم 2000 دلار بود، ولی خب لیر داد کمتر بود. میشه 1300 یورو. تو بگو اصلا 1500 یورو به من پول داد. خب 5500 یورو، 6000 یورو من دوربین خریدم، یعنی 4500 یورو خودم گذاشتم دوربین خریدم. این پولی بود که کلن تتل به من داد. یعنی دیدی که کردی قرار بود تو اون کارو دیدی که گردی سر هر روز یه تو به در ازاش یه دوربین خوب بگیری، ولی 1500 از اون دوربینو داد. آره یه دوربین تجهیزات فیلمبرداری برای من بخره. اوکی رفتیم رو ویدیوی گدایی، باز پول نداشتیم، دوربین نداشتیم، با گوشی اونو فیلم برداری کردیم. موقع آیفون 12 با آیفون 12 فیلم برداری کردیم 80%. ما بعدش هم یه دوربین بود با کثافت جمع کردیم، هیچی نداشتیم، داشت چترهای تلگرامش موقع تلگرام داشت همش نوشت دم موری هم با این چی رو در آورد. بعد من شنیدم میره تو کلاپاس میگه ریده تو ویدیو جا کش تو مگه به من پول دادی میگه ریده تو ویدیو اصلا پولی به من ندی که چیزی به من ندی که بریم تجهیزات بریم تجهیزات بریم. آره با هیچی جمع کردیم، بعد گدایی جمع کردیم. آره قرار شد بعد از گدایی موزیک ویدیو بگیریم باز که تجهیزات منو کامل کنه. بعد دیگه من رفتم درگیر کاربارای خودم و این ورا و بعد تا رسیدیم روز کنسرت مهر 1400 اون کنسرت پراشیه بود شورتشو داره بود خب شلوار شیرین داره بود شورتشو داره نه بود بعد آره رسیدیم به اون کنسرت. ما صحبت کردیم من روی یوتیوبش 15% سهم داشته باشم. اون موقع چقدر در میاد؟ عادی من نمیدونستم اون زمانم موری واقعا با تتلو کار میکرد. فکر کردم مثلا داستان قهرشون بیشتر از یکی دو ساله. بود 6000 یورو، 6000 یورو، 8000 یورو. کم بود. خیلی میترکون. کم بود. آره 13000. من اسکرین شات همه اینا رو سند مدرکش هم موقع رو کردم. آقا ما هر روز فعالیت کردیم، خود تتلیتی ها میدونن. خب چقدر فعالیت کردیم موقع. من اینو رسونم به 46000 یورو. هر روز استوری، کامیونیتی، پست، عکس، ویدیو 40 دقیقه می‌ذارم 200000 تا مثلا ویو می‌خواد. 46000 یورو رسید. خب بعد من اونجا رفتم، کسی به من نگفت برو. سر یه جریانی من خیلی به برخورد همه که خوابیدن وسیلهامو جمع که بکنم سر همون جریان کوروش باشه، حالا نمیدونم دقیقش. دارم رفتم نام بعدیم نکردم. سه پارت از کنسرت مونده بود، کامپیوترم رو گذاشتم اونجا. این مدت دیگه اسمشو من نیبولم تا روزی که من بازداشت شدم. اینجاش قشنگ میشه. صد درصد هممون یادمه یه بار تتن به خانوم یه چیزی گفته بود، تو خیلی شاکی شده بودی. یادم نیست چی نوشته بود، من نیده بودم، فقط ویدیوتون رو دیدم فهمیدم که یه طرف چرت و پرت زده بود. نمیدونم درست میگم؟ آره یه چیزایی گفته بود. خیلی من خیلی دلم شکست ازش. فکر کن اونجایی که تو کلاب هاست گفت بود بیارید ویدیو بگیرید، من با رضا داشتم صحبت میکردم، حتی شب قبل اینکه بگیرم با رضا لایو گذاشتیم کلی دربارش حرف زد. حتی میخواست کارو برگردونه. من فرداش توی با به جون مادرم بهتم توی با بازداشتگاه من زنگ زدم به رضا. خب گفتم داداش من گیرم اینجا، من خیلی دوست دارم وقتی رفتم تو اعتماد داره تلفن اومدم بیرون شما با هم دیگه باشین آهنگ جمع کنید و فلان. عین همینا رو به رضا به جون مادر اصلا من به رضا گفتم با این اوکی شو داداش کار بزنین طرفدارا منتظرن. چون خیلی به من پوش میدادن تتلیتی ها، گفتن تو اینا رو آشتی نمیدی، من خودم رو گاییدم با هم آشتی کنن این چراغ سبز نشون بدم بخورن. من شاهدش بودم به جون مادرم 24 داشتم میگفتم به رضا اصلا. خب رفقا دمتون گرم که در اینجا ویدیو با من همراه بودید. ویدیو نسبتا طولانی بود، حتما کامنتی که پین کردم و بخونید، نظرات رو اونجا کاملا محترمانه بنویسید، قضاوتتون اگه دوست داشتید بکنید، نداشتید نکنید.
دمتون گرم، عشق دلید، تا یه ویدیو دیگه فعلا.